برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز پنجشنبه هشتم عقرب سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر بشود با 28 اکتبر سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. گرامی داشت سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام در کشور. دیدار خلیلزاد و فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان با معاون سیاسی طالبان در قطر. کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از اثر شورش زندانیان در زندان هرات. نگرانی ها سلاش هراس افکنان برای تخریب بند کمال خان. و جان باختن 31 تن در ویتنام در نتیجه وزش طوفان. مشروع خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که در گفتگوهای صلح طالبان تفاهم نامه با امریکا را بر شریعت ترجیح دادند. آقای غنی تاکید می‌ورزد که مبنا قرار گرفتن موافقت نامه طالبان با امریکا در روند صلح برای دولت افغانستان پذیرفتنی نیست. ندای کودکان معلول که در روز میلاد نبی برای پایان جنگ در کشور بلند می‌شد. ما را معلول و بی دست پا نسازید و یتیم نکنید. پدران و مادران ما را نکشید، از ما نگیرید. درد و رنج، معلولیت و یتیمی بسیار سخت و دشوار است. رئیس جمهور کشور نیز از مخالفان مصالحه دولت می‌خواهد که از خشونت‌ها دست بردارند و به گفتگوهای صلح تن دهند. طالبان دیدی ما شما آواز بگری تر چه وقته؟ زی جماعت جوڑو دوی او را نوی. در همین حال آقای غنی افزاید که مبنا قرار گرفتن موافقتنامه طالبان با امریکا در روند صلح برای افغانستان پذیرفتنی نبوده و باید شریعت اسلامی بنیاد گفتگوهای صلح میان افغانان قرار گرفت. و تاکید می‌ورزد که طالبان توافق نامه با امریکا را بر شریعت ترجیح دادند. این نه دی امریکایانو پیمان او اغم چی مفاهمه ده لدوی تا اهمیت تر ده دی قرآن شریف لحکام و شریعت نه دانه دا کس و دا میدان راستی اون بگول اما اکرام سر او غگیگی. این همه در حال بیان می شود که هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان و طالبان نزدیک به دو ماه است که در دوحه به سر می برند. اما تا هنوز بر سر روند چگونگی گفتگوهای صلح توافق نکردند. 12 ربیع الاول برابر است با میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیامبر گرامی اسلام. شماری از باشندگان شهر کابل با برگزاری محافل ختم قرآن شریف و خیرات از این روز گرامی داشت به عمل آوردند. در این حال عالمان دین میگویند که پیامبر بزرگ اسلام آورنده پیام صلح برای بشریت بوده است. مشتاق سلطانی. گرامی داشت از میلاد پیامبر بزرگ اسلام در کابل. 12 ربیع الاول برابر است با میلاد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که از این روز هم سالا در کشورهای اسلامی در سراسر جهان گرامی داشت می شود. شماری از باشندگان شهر کابل نیز با برگزاری محافل ختم قرآن و خیرات برای نیازمندان از این روز بزرگ داشت می کنند. نخیر هم سالا است، جشن میلاد نبی علیه السلام است. دیگه ختم و خیرات میکنیم، یک علاقه خاص به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. همین هر سال برگزار میشه، یک جشن میگیریم. مثلا ما از مولود شریف با برگزاری ختم قرآن و خیرات برگزاری میکنیم. در همین حال شماری از عالمان دین می افزایند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورنده پیام صلح برای بشریت بوده است. آنان تاکید می کنند با ولادت پیامبر بزرگ اسلام دروازه چراغ روشنایی علم در جهان گشوده شد. بنان برادرایی که به خاطر مولود مسعود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خیر و خیرات کردند، این از محبتی است که با حضرت سرور کائنات صلی الله علیه و سلم دارند و پدر معنوی سر ما حق دارد سر فرزندای خود. از سوی هم شماری از باشندگان شهر کابل اینجا در شهدای صالحین گرد آمده و با برگزاری مراسم ندخوانی از زاد روز پیامبر بزرگ اسلام گرامی داشت کردند. لا اله الا الله لا اله الا الله ديوانه
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 1442 سال پیش در سال 572 میلادی دوشنبه 12 ربیع الاول در مکه معظمه چشم به جهان گشود. این پیشوای بزرگ جهان اسلام به عمر 40 سالگی در غاره حرا به رسالت مبعوث شد. در جریان 23 سال رسالتش بیش از 30 غزوه و نبرد را به منظور گسترش دین اسلام در سراسر جهان انجام داد. پیامبر بزرگ اسلام به عمر 63 سالگی از جهان رحلت نمود و در حال حاضر بیش از چندین میلیارد پیرو در سراسر جهان دارد. در وضعیت کنونی افغانستان بیشتر از هر چیز دیگر با وحدت و یکپارچگی نیاز است. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که برای انجام صلح باید تلاش های صادقانه صورت بگیرد و به دیگران فرصت ریختاندن خون مردم افغانستان داده نشود. در همین حال عالمان دین میگویند که برای بیرون رفت از وضعیت جاری نیاز به وحدت بیشتر و کنار گذاشتن تفرقه ها در کشور است. نوید کاوش. همایش گرامی داشت از میلاد نبی، اما حرف و حدیث ها بیشتر در مورد وضعیت جاری و چگونگی تامین صلح در کشور است. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی میگوید اکنون زمان آن رسیده است تا با اتکا به پیامبر اسلام بیشتر از هر زمان دیگر برای تامین صلح و پایان خونریزی در کشور تلاش‌های صادقانه انجام شود. وحدت و یکپارچگی جامعه پیام دیگری است که ما از مطالعه سیرت پیامبرمان در می‌یابیم، موردی که در شرایط کنونی بیشتر از هر چیز جامعه ما به آن نیاز دارد. در همین حال عالمان دین و شهروندان کشور خواستار پایان خشونت ها و برقراری صلح در کشور هستند، چیزی که به گفته آنان خیر مسلمانان است. اگر واقعا ما خود را پیرو امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می دانیم، اگر دین پیش ما ارزش دارد، اسلام پیش ما ارزش دارد، خاک پیش ما ارزش دارد، سرنوشت ما پیش ما ارزش دارد، باید ما از جنگ و از خونریزی دست برداریم. در یک جامعه اسلامی باید قسمی زندگی کنیم که به هیچ کسی ضرر نرساند. امروز میبینیم در افغانستان در گوشه های متفاوتش پارچه های از خون است، پارچه های از توته های بدن است که این مخالف پیام اسلام است. برای برقراری صلح و آرامش در کشور چشم ها به گفتگوهای صلح در قطر میان نمایندگان حکومت و طالبان دوخته شده است، اما دیده می شود که از آغاز این گفتگوها تا اکنون نه تنها که خشونت ها کاهش نیافته، بل در بیشترین ولایت های کشور آتش جنگ شعله ورتر هم شده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا و اسکات میلر فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان با ملا عبدالغنی برادر درباره عوامل افزایش خشونت ها و عملی ساختن کامل توافقنامه قطر دیدار و گفتگو کردند. در این حال شماری از سیاستگران در کابل میگویند که سیاست های نادرست خلیلزاد سبب افزایش جنگ و کشتار مردم در افغانستان شده است. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و فرمانده نیروهای خارجی در کشور شام دیروز با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. در نشست روی بلند رفتن سطح عملیات صحبت شد و بر عوامل آن صحبت صورت گرفت. این دیدار آقای خلیلزاد در قطر پس از افزایش خشونت ها و تلفات بسیار از طرف های جنگ و غیر نظامیان در کشور انجام می شود. اکنون باورها بر این است که مدیریت نادرست آقای خلیلزاد از این روند سبب افزایش جنگ در افغانستان شده و احتمال دارد وضعیت از این خطرناکتر نیز شود. مدیریت نادرست آقای خلیلزاد چون این صحبت هایی بود که باید مشکل افغانستان حل میکرد، اما این صحبت ها بسیار عجولانه صورت گرفت چون به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، و ما فعلا شاهد از این هستیم که طالبا و دولت افغانستان از مجرای زور صحبت میکنن و مشکل بزرگتر بر مردم افغانستان ایجاد کردن. در چنین وضعیت وزیران خارجه کشورهای هند و آسیای میانه به پایان جنگ در افغانستان از راه گفتگو تاکید کردند. افزون بر این نخست بانوی کشور در گفتگوی دیداری که از سوی ناتو برگزار شده تاکید کرده است که اگر به طالبان بیشتر از این امتیاز داده شود دستاوردهای بانوان با خطر روبرو می شود.
تعهد یا مگر کنند در مقابل خانم ها که ما تمام دستوارده های از اینا را به نظر میگیریم یا دوباره به حالت انحطاط سابق برنمیگردیم، شاید اینا ما دوباره یعنی متعهد خود عملی نکنند. همزمان با این نبرد میان طرف های جنگ در بخش های گوناگون کشور ادامه دارد، چنانچه مقام های محلی در قندهار گفتند که از اثر عملیات نیروهای دولتی نزدیک به 3 جنگجوی طالب در ولسوالی ارغنداب این ولایت کشته شده و همچنان برخی از منابع و رسانه ها تایید کردند که نزدیک به 20 نظامی افغان نیز در این درگیری ها کشته و زخمی شدند. افزون بر این برخی از اعضای مجلس نمایندگان میدان وردک هشدار می دهند که ولسوالی جلریز و چندین پاسگاه نیروهای امنیتی کشور در این ولایت در محاصره طالبان قرار دارد و اگر توجه جدی نشود فاجعه بار خواهد بود. تعداد زیادی از تروریست ها از ولایت لوگر هم در این ولایت تجمع کرده، مالاً حملات جدی تر. این همه در حال مطرح می شود که تلاش ها برای پایان جنگ در افغانستان ادامه دارد و همه شهروندان کشور خواستشان این است که طرف های جنگ پیش از انجام هر کار دیگر آتش بس نموده و پس از آن گفتگوهای صلح را ادامه دهند. از اثر شورش زندانیان در زندان مرکزی هرات 8 تن از محبوسان کشته و 8 زندانی و 4 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. مسئولان محله هرات میگویند که این رویداد شامگاه دیروز پس از آن رخ داده است که یک هیئت موظف اداره محلی شماره از اتاقهای خودسر زندانیان را تخریب نموده و وسایل و تجهیزات ممنوعه در داخل محبس را از نزد زندانیان جمع‌آوری کرده است. شلیک های پی در پی که آرامش شهروندان هرات را برای چندین ساعت برهم زد. این تیراندازی ها از سوی پلیس به منظور سرکوب شورشگران در داخل زندان مرکزی هرات صورت گرفته است. در جریان این تیراندازی ها دست کم 1 تن جان باخته و 8 تن از زندانیان زخمی شدند و 4 سرباز پلیس نیز از اثر لاتکوب توسط زندانیان سخت زخم برداشتند. پزشکان در شفاخانه حوزه هرات از جان باختن 8 تن دیگر از زندانیان به علت خوردن مواد زهری خبر می دهند. مجروحینی که به شفاخانه انتقال شده 8 مورد مرمی خوردگی از محبوسین بوده، 1 مورد هم فوتی مرمی خوردگی داریم، 7 مورد از محبوسین در اثر خوردن چای ناشناخته به حالت فوت شده آوردن و 4 نفر از پرسنل مبعث به لوحه لاتکوب بستر شدند. وضعیت مجروحین 3 نفر رخصت شده. مسئولان محلی هرات علت این شورش زندانیان را وضع محدودیت ها در داخل زندان هرات می دانند. به گفته آنان روز گذشته هیئت بررسی کننده هنگامی که شماری از اتاقهای خودسر را که از سوی زندانیان در داخل محبس ساخته شده بودند تخریب و وسایل و تجهیزات ممنوع از نزد آنان جمع‌آوری کرد، زندانیان دست به اعتراض زده و شورش کردند. از بعد از ظهر روز گذشته به اساس یک پلان جامعه امنیتی اصلاحات در بخش‌های مختلف زندان آغاز شد. متاسفانه بعضی از زندانیان در برابر این اصلاحات مقاومت کردند، اختشاش به راه انداختند. نیروهای امنیتی با جدیت این پلان با حوصله‌مندی عملی ساختند. اما باشندگان هرات حکومت فعلی را در مدیریت وضعیت موجود ناتوان می‌دانند. برخی از آگاهان نیز وجود فساد و قانون شکنی در نهادهای دولتی را عامل بحران موجود میگویند. بعضی پدیده های دیگه مانند سوء استفاده، ضعف مدیریت، اینا هم میتونه و کمبود پلیس مسلکی و آموزش دیده این عناصر هم میتونه که در حادثه که در مواد هرات اتفاق افتاده دخیل باشه. حادثه زندان هرات حادثه بسیار تاسف‌باری بود، فاجعه‌باری بود. متاسفانه می‌تونه تبعات بعدی داشته باشه. تعداد زیاد کشته و زخمی شدن، نیاز به بررسی همه جانبه است. زندان مرکزی هرات در گذشته نیز گواه اعتصاب زندانیان بوده است، اما این نخستین بار است که زندانیان دست به چنین شورش می‌زنند. همکنون بیشتر از 3000 تن در زندان مرکزی هرات زندانی هستند و کمبود جای از چالش‌های جدی در این محبس دانسته می‌شود. حزب حرکت انقلاب اسلامی میگوید که حکومت باید در تشکیل هیئت گفتگو کننده صلح قطر تجدید نظر کند. اعضای این حزب در نشست در قندهار با انتقاد از سیاست‌های حکومت می‌افزایند که هیئت کنونی گفتگو کننده صلح توانایی قناعت‌دهی طرف مقابل را ندارد و باید در تشکیل این هیئت برای کسان جا داده شود که روحیه صلح طلبی را داشته باشند. رئیس این حزب همچنان از مقام‌های حکومت می‌خواهد که
برای تامین صلح در کشور حتی باید آمادگی کنار رفتن از قدرت را داشته باشد. دستور مذاکراتی تیم غنی و نمایشی تیم استولی دی هیچ صلاحیتی نده ورکړی، د پریکړو صلاحیت نه لري، صرف او صرف دنیا ته یو نمایش دی. الله وای ظالمان تلف وقت ورکوم، زورواکی ناری وی زورواکی چیرو، غلم ناری وی غل چیرو، په پراندر ولس غلم پیژنو زورواکی پیژنو. صلح غواړو، موږ ټول یې غواړو، په قوت یې غواړو، دایمي صلح غواړو، په قربانی یې غواړو، په حکومت ژغ کوو چې د سولې لپاره دی قدرت قربانی ته آماده سي. وقفه کوتاه. ادامه خبرها. مقام های محلی در نیمروز میگویند که تخریب بند کمال خان در صدر برنامه های حراس افکنان قرار دارد. باشندگان ولایت نیمروز و فعالان مدنی در این ولایت خواهان بسیج مردمی برای مهار ناامنی ها در اطراف بند کمال خانند. کار ساخت بند کمال خان 90% انجام شده و با تکمیل شدن این بند 9 مگاوات برق تولیدی و 184 هکتار زمین زیر پوشش آب قرار میگیرد. بند کمالخان در غرب کشور بزرگترین بند مهار آب در کشور است که کار آن 90% پیشرفت است. حالا تهدیدهای روزافزون امنیتی بر این بند نگرانی مقامهای محلی و باشندگان این ولایت را برانگیخته است. با اعمار از این بند ناامنی ها در سطح ولایت نیمروز بسیار زیاد شده و ما شاهد عملاتی هم بودیم. نیروهای امنیتی خود متاسفانه در ولسوالی چهاربرجک، ولسوالی کنگ، ولسوالی های دیگر به خاطر اینمی بند از دست دادیم. هر افغانی که در افغانستان زندگی میکنه که از آرزوی امیست که پروژه های زیربنایی باید به برابرداری سپرده شود، چون این منافع کل ملت افغانستان است. شورای ولایت نیمروز نیز میگوید با نزدیک شدن زمان بهره برداری بند کمال خان شدت ناامنی ها در 5 ولسوالی این ولایت افزایش یافته است. جای خوشحالی است برای افتتاح از او، اما تهدیداتی که از طرف کشورهای همسایه متوجه از او میشه. ما امیدوار هستیم که هم حکومت مرکزی و محلی توجه خاص بکنه. مقام های محلی نیمروز حالا دست به دامن مردم برای مهار ناامنی ها در این ولایت شدند. والی این ولایت میگوید حراس افکنان هدف سقوط هیچ ولسوالی را در این ولایت در سر ندارد، اما تخریب بند کمال خان به همکاری استخبارات منطقه در صدر برنامه حراس افکنان قرار دارد. دشمنان ما در نیمروز هیچ هدف دیگر تارگت قرار ندادند جز بند کمال خان و می فهمیدم که کیا پشت از این است. کی برش پول میته و برادر ما تو میای پول ازور میگیره بند خود تخریب میکنه. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که در نتیجه حمله هفته پیش حراس افکنان بر بند کمال خان 6 نگهبان این بند جان باخته و شماره هم مجروح شدند. اداره محیط زیست هشدار میدهد که در زمستان پیش رو آلودگی هوا در کابل سخت و خطرناک خواهد بود و باید مردم و نهادهای حکومتی برای کاهش این معضل دست به دست هم بدهند. در این حال وزارت صحت عامه میگوید که افزایش آلودگی هوا فراگیری ویروس کرونا را سرعت میبخشد و خطرناک است. نرخ اسعار. خبرهای جهان. در نتیجه وزش طوفان نیرومند در بخشهایی از ویتنام 31 تن جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری یوترز خسارات و تلفات ناشی از این طوفان به پیمانه ای است که ارتش آن کشور وارد عملیات مدد رسانی و جستجو شده است. یک مرد مسلح با چاقو با سر دادن الله اکبر یک زن را در شهر نیس فرانسه سر برید و دو تن دیگر را نیز کشت. با گزارش خبرگزاری یوترز کریستیان استروتزه شهردار نیز گفته است که این حمله که در یک کلیسا انجام شده است حراس افکنانه بوده و پلیس موفق شده است که فرد مهاجم را بازداشت کند. مقام های بهداشت همچنان گفتند که شماره در این حمله زخمی شدند. پس از نشر کاریکاتور پیامبر گرامی اسلام در مجله شارل ابدو، این کشور گواه حمله های اینچنینی بوده است.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا که در ادامه سفر خود به آسیا وارد اندونزیا شده است، از دعوای حاکمیتی آن کشور بر ضد چین در دریای جنوبی چین پشتیبانی کرد. با گزارش خبرگزاری یوترس، وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش راه‌های تازه‌ای را برای همکاری با اندونزیا در دریای جنوبی چین پیدا می‌کند و از موضع اراضی اندونزیا در آن دریا نیز پشتیبانی می‌کند. و اتحادیه اروپا میگوید که تشدید درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باخ پذیرفتنی نیست. و گزارش خبرگزاری یوترس، نظامیان دو کشور امروز نیز در منطقه مورد مناقشه قره‌باخ درگیر شدند. اتحادیه اروپا همچنان خواهان آغاز گفتگوهای تازه برای پایان دادن به این درگیری ها شده است. تشکر از توجهتان به سرویس خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. وقت شما خوش. خدا نگهدار.